ما یه چند تا چیز جدید یاد گرفتیم. اول اینکه من فهمیدم کلاس لیست یه چیزی به نام اد داره و ریموف نسبت به قبلیه بهتر با. از کدوم؟ نه میام کمپلت میرم روی این. چرا؟ به خاطر متدش. خب میام اینجا ما یه چند تا کامپوننت ساختیم، حالا بد نبود ولی خب حالا قراره هی بهتر و بهتر بشه. میام اینجا من یه دیو یا یه باتن میذارم با کلاس در واقع شو و اینجا هم شو رو میذارم، یه دیو میذارم با کلاس کاور و یه دیو هم با کلاس مودال میذارم. خب و یه دیو هم با کلاس کلوز میذارم. میام اینجا مارجین صفر و پدینگ هم صفر رو اینه بسازم. بعد یه کامپوننت دیگه میسازم، میریم استفاده میکنم، برمیگم یه کامپوننت دیگه بریم بحثای دیگه جاواسکریپت. همینجوری جاواسکریپت رو من گسترش بدم که مثاله بعدیش رو هم بتونم بسازم. خب بیایم اینجا بگیم که دیو با کلاس مودال بود کاور ویدث 100% و هایت 100 بیو اچ و پوزیشن ابسولوت و لفت 0 و تاپ هم 0 و بکگراند کالر گری و گریش هم میاریم اپاسیتیش رو پایین. خب میام اینجا هم چیزی رو دارم و هیچ کاری هم نمی کنم. میخوام یه کلاس بذارم به نام دی اکتیو و دیسپلی رو بکنم چی؟ نان. میام اینجا تو این کابره دی اکتیو رو میذارم. و طبیعتا دیگه ایشون وجود نداره. ببین چجوری می نویسیم اینا رو کم کم یاد بگیریم. کابر دی اکتیو اومدم اینجا میام این ور فعلا دی اکتیوش رو میگیرم، مدالش هم درست کنم، برمیگردم میگم دیو کلاس کاور بچه داره با کلاس دیو کلاس مدال ویدس حالا 30% هایت 300 پیکسل بکگراند کالر بلو پوزیشن ابسولوت و لفت 50% و تاپ 50% و ترانسفورم translate منهای 50% و منهای 50% و یه هم چیزی هم اینجا دارم. اوکی میرم بعدی این مدال رو میکنم دیوی کلاس کلوز و این بشه 50 و ایشون هم کریمسون خودمون و لفتش 0 تاپش هم صفر و کرسر پوینتر. خب روی این بزنم بره، روی این هم بزنم بیه. خب با فرض این الان این رو ساختم، میام اینجا کلاس دی اکتیو رو بهش میدم، ایشون رفت. میام اینجا توی جی اس میام میگم یه لت دارم با بی تی ان کلاس شو، میگم btn show document.querySelector برمیگردم میگم که یه باتن دارم با کلاس show. خب یه لاگ میگیرم اول ازش یه btn میام اینجا f12 و کنسول گرفتمش. یه دارم میام اینجا برمیگردم میگم let's cover میگم document.querySelector میام اینجا اگین چی بود؟ دیوی کلاس کاور و میتونم لاگ بگیرم مقدار کاور رو پیداش کردم. دوتا کلاس داره، با
خودم میدونم. میگم btn dot show add event listener، تو که کلیک شدی بیا و برای ما یه کاری رو انجام بده. چیکار؟ cover dot class list، چون میتونه کار انجام بده. میگم remove کن چی رو؟ deactive رو. و add کن چی رو؟ active. add کن active. درسته؟ خب یه انیمیشن هم بنویسم دیگه نه؟ add some fade باش keyframes fade این و opacity. حالا شما هرچی خودتون دوست دارید، 0% 0% opacity 0 100% opacity 1. درسته؟ یه کلاس درست میکنم به نام fade in. هر میگردم میگم که animation name fade in، animation durationش 1000 میلی ثانیه است، animation تایم فانکشنش هم لینیر باشه، بقیه‌اش هم نذاشتم نذاشتم. میام اینجا برم میگردم میگم ببینید که اکتیو اضافه میکنیم، فید این رو هم اضافه کن. خب یه چیزی داره میگه، میگه فید این نیست. آها باشد چیز نمیتونه، من مدل جیکویر میزنم چند تا رو نمیتونه. استپ استپ ببینی اومدش. میام اینجا دوباره میذارم چند تایی نمیتونه، یه داره پارامتر بیشتر بوریده نمیگه. ببین اومد اکتیو فیدین رو اجرا کرد. حالا میام میگم چی روی اون کلوزه، بعد میگم let close document.query selector key div کلاس cover، بچه ای داره به نام div کلاس modal، بچه ای داره به نام div کلاس close log میگیری ببینی پیدا کرده یا نه. close یا اینجا کنسول پیدا کرد. میگم روی این که کلیک شد کلوز، روی این که ادیبل لیسنر کردی بیا اینجا و یه اتفاق بیفته. چیکار؟ خب همه اینا رو بالا میبینی، اول اینایی که اد کردی باید ریموف بشه. ریموف بریم تست کنم ببینم ریموف میشه یا نه. میام اینجا میزنم اد شد، اینو ریموف کن. خب کاور مونده، کاور که خودشه. حالا بعد چیکار کنم؟ یه اد کنم دی اکتیو رو. دی اکتیو هم که دیسپلی نان هست، میزنین میره و دیسپلی اینا نه. چیکار کنم؟ با یه مدت زمانی میره، بعد براش انیمیشن بنویسید. میام اینجا ادسان کی فریمز فید اوت، اما اصلا انیمیشن رو میتونیم بنویسیم. میسپارم به خود یا از اینا که هستش استفاده کن. میگم 1 0، همینجوری فید اینو نوشتم، فید اوت رو هم مینویسم. فقط یه داستانی، الان اگه شما اینجا گیرم فید اوت هم بذاری میزنید میاد، میزنید میپره، باز میزنم میاد، کاملا داره درست عمل میکنه. فید این فید اوت، ببین یه سوتی هم اینجا دارم، باید فید اوت هم پاک بشه. اون بالا دقیقا شبیه به جیکوئری میمونه. جیکوئری ریموف کلاس اد کلاس، اینجا ریموف اد، همینه، هیچ فرقی با هم نداره. میزنید میاد، میزنی میره، ولی این اصلا نمیفهمه چیکار کنم. ببینید درس ندادم الانم جلوه. ببینید ما یه چیزی داریم به نام اسینکرونایز سینکرونایز. سینکرونایز چیه؟ خط به خط میخونه میاد پایین. اسینکرونایز چیه؟ تو یه تابع درست میکنی، این تابع میره تو صف، اینایی که قبلش هستن یا بعدش هستن اول اینا اجرا میشن. مثلا من میتونم بیام اینجا الان این رو قرار بدم، ولی این رو توی یه دونه
اسینکرونایز، یه تابعی دارم به نام اسینکرونایز به نام ست تایم یا ست اینتروال، از اینا باید استفاده کنم. درس ندادم برای جلوه، فقط استفاده میکنم اینجا. ست تایم اوت میام اینجا، ایشون رو اینجا قرارش میدم. مگه رندر خطی نیست؟ درسته؟ رندر خطیه. میاد اینجا کد رو میذاری بین این، ایشون هم ارو میتونه فانکشنش بکنه، حالا بماند موقع خودش. اینجا من کردم 1000 تا، چه اتفاق میفته؟ اولی اجرا میشه، میاد اینجا اجرا میشه، اینو میبینه میره توی بحث اسینکرونایز. داستانش اونجا بعدم براتون میگم. یعنی اصلا اینو وای میسته، از روی میپره، این میره توی استک، توی بروزر، بعد میره توی صف، بعد میاد میره در واقع اجرا میشه. این رو اینا رو اجرا میکنه، این میشه غیر همزمان، میره بعدی ها هرچی بعدش هست اجرا میکنه، بعد اینو بعد 1000 میلی ثانیه اجرا میشه. بذار برسم بهش برنام تو سن. اینو میزنم، خب اینو میزنم، ببین حالا داره کار میکنه. خب بحث اسینکرونایز چه اتفاقاتی میفته، بذار برسم زمان خود. مگه خط به خط نیست؟ اولین، بعد این میاد میرسه به این، میره یه جای وای میسته، خطای بعدی رو اجرا میکنه، اینا که حالا اجرا شدن بعدش میره اجرا میشه بعد این مدت زمان. خب به خاطر همین من یه دیلی دادم، انیمیشن داره اجرا میشه و بعد از بین میره. فهمید شو؟ همینه. حالا اون دیلی که دادم 1000 مثلا 500 بود، کانفلیت میدونه. آره فساد شد دیگه، بعد حواست به اونها باشه. خب حالا من میتونم با جاوا اسکریپت درش بیارم. این بریسا مثلا اد کردن، ریموف کردن، اینا بحث ترتیب مهمه. بله بله، خط به خط، خط به خط. الان مثلا ریموف مثلا دی اکتیو اون بالا تو اقلیه، ریموف دی اکتیو گذاشتیم، بعد موقع اد کردنش باید بیاییم خط اول رو بذاریم یا مثلا؟ نه دیگه، اول اول ریموف میکنم بعد اد میکنم، اول ریموف شه بعد اد شه. درست شما میدیم. اوکی این رو ندید بگیرید، فقط برای اینکه بتونم درش بیارم. چیزی که پارسا گفته ولی میخواستم در واقع وارد این نشیم. حالا کلا ما گیریم فعلا، همش گیرم، نمیتونم گیرامو حل بکنم. الان اومدم برای اینکه گیرامو حل بکنم، اومدم کلاس لیستو گفتم، درس نده بودم، یه اومدم گفتم اینه. بعد کلاس لیست گفتم آقا بعد بحث ست تایم اوت الان برای الان دیماره دو تقریبا یه ماه دیگه که باهاش درگیر میشه، الان زود بود، ولی خب مجبور بشم ازش استفاده میکنم باهاش آشنا باشید. بریم